سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. تو این ویدیو قراره شکلات فندقی رو با هم درست کنیم. این نوعی شکلات تبلتی هست با طعم فندق. از فندق پودر شده داخلش استفاده میکنیم. کاملا طعم فندق داخل این شکلات حس میشه. یکمی بافتش نسبت به شکلات تبلتی ساده نرم تر هست. با من همراه باشید. وسایل مورد نیاز: ملانژر یا چاکلت ریفاینر، سشوار که سشوار خانگی هم جواب کارمون رو میده، اگر نوع کارگاهش رو دارین که چه بهتر، صافی فلزی و اسپاچول مخصوص دستگاه. مرحله اول، قبل از اینکه شروع به کار کنیم، کر کاکائوتون رو داخل مایکروویو یا به روش بنماری ذوب کنید. نیبز هاتون رو داخل غذا ساز یا هر وسیله دیگه‌ای که دارین آسیاب کنید. فندق هاتون رو هم آسیاب کنید. دستگاه ملانژر رو روشن می‌کنیم، با کمی اضافه کردن کر کاکائو ذوب شده شروع می‌کنیم. بعد نیبز رو کم کم اضافه می‌کنیم. وقتی تمام نیبز تموم شد، درب دستگاه رو میذاریم، نیم ساعت بهش زمان میدیم تا یکمی حالت یک نواخت پیدا کنه. دوم، توی مرحله قراره پودر فندق رو به همراه کمی از کر کاکائو به ترکیبات داخل دستگاه اضافه کنیم. این کار رو کاملا آروم و با حوصله انجام بدید. هر جایی که لازم بود و دیدین که غلظت موادتون بالا رفته، از سشوار کمک بگیرید تا روغن فندق راحت تر آزاد بشه و ترکیبتون روان تر بشه. وقتی تمام پودر فندق رو اضافه کردین، درب دستگاه رو ببندید. حدود 1 تا 2 ساعت بهش زمان بدید تا ترکیبتون کامل با هم مخلوط بشه. سوم، توی این مرحله باید پودر عسل و مبقی کر کاکائو رو اضافه کنیم. این کار رو به صورت کم کم و متناوب انجام بدید. کمی پودر عسل و کمی کر کاکائو. وقتی که تمام مواد دیگه وارد دستگاه شد، پیچ بالای دستگاه رو سفت کنید. درب دستگاه رو به مدت 1 تا 2 ساعت ببندید. بعد از 1 تا 2 ساعت درب دستگاه رو بردارید و اجازه بدین ترکیبتون حدود 40 تا 48 ساعت داخل دستگاه بمونه. معمولا من بعد از 24 ساعت مواد رو از دستگاه خالی میکنم، 24 ساعت به دستگاه استراحت میدم و بعد از 24 ساعت استراحت دستگاه دوباره مواد رو ذوب میکنم و داخل دستگاه میریزم و مبقی ساعت رو بهش اجازه میدم که داخل دستگاه بمونه و به اون بافت مورد نظرم برسم. Thank you.
مرحله چهارم، وقتی به بافت مورد نظرتون رسیدید دستگاه رو خاموش کنید، مواد رو از صافی فلزی رد کنید. بعد موادتون رو تمپر کنید و اجازه بدید تا شکلات خودش رو ببنده. بعد از اینکه شکلات خودش رو بست میتونید برای قالب گیری، حالا اینکه به صورت تبلت باشه یا بونبون باشه، شکلات رو ذوب کنید، تمپر کنید و پوستگیری یا قالب گیریتون رو انجام بدید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم لایک کنید. اگر ما رو سابسکرایب نکردین ممنون میشم با سابسکرایب کردنتون من رو حمایت کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از ویدیوی بعدی زودتر با خبر بشید.